مثل اینکه شما خوب فارسی صحبت میکنید. بله باید صحبت کنیم دیگه. شیش ماه اینجا که باید یاد گرفته باشیم. قبلا هم یاد گرفته بودید. بله. چطور وضعتون؟ همینطور که میبینی دیگه. خب از لحاظ وضع سکونت، غذا، بهداشت والا خوبه دیگه. خوبه. چیکار کنیم؟ ما باید بسازیم. نه خب مثلا کمبودی، اشکالی، نقیصه‌ای وجود داره میشه برطرف کرد؟ نه از اون اشکالا که وجود نداره. اشکال کار فقط یکی اصلیه که همینگه اینجا هست. همینگه اینجا هست. امیدواریم انشالله که زمامداران مستبد عالم سر عقل بیان انشالله. اون مجرم ایرانی رو بدن شما انشالله با سلامت و راحتی برگردید و برید انشالله. خب بفهمی نمیشه؟ بخش ما چیزی نداریم اینجا تعارف کنیم براتون. خلاصه بچه ها بعضی موقع شیرینی میارن ولی هر روز هم نیاوردن دیگه که ما تعارف کنیم. شما وسیله مطالعه و اینها داری؟ بله بله. کتاب داری؟ بله. وضع بهداشت خوبه؟ وضع بهداشت خوبه. چیزی نیست. همون میریم و چیز اینجا هست. لباس شویی و اینا هست. در این اتاق تنها هستید شما؟ بله. پس بیشتر وقتتون به مطالعه میذارید؟ بله. چند وقت شما ایران بودید؟ من قبلا 4 سال ایران بودم. ولی یه اشکالی که داره اینه که خیلی تعارفی هم. البته این که از خصوصیت ایرانی ها هستم و وقتی که مهمون میاد دلشون نمیخواد که مهمونشون برن اصلا. هی میخواد مهمونشون نگه دارن. هی بیشتر بمونن. منم هی میگم بس، میگن نه آقا بیشتر بمونی. من میگم بس نگم، میگم زوده. بیشتر بمونی. این تعارفی زیادی بعضی موقع آدم یکم ناراحت میشه. ملول میشه یه خورده. البته اینا هیچ دلشون نمیخواد شما بمونید اینجا. برعکس میگه که من اطلاع دارم هم بچه‌ها و هم همه ملت ایران. چون این بچه‌ها هم خودشون نیستن. اینا در حقیقت یه نموداری از احساسات مردمه. اینا دلشون نمیخواد شما اینجا باشید. برعکس دلشون میخواد که هرچی زودتر شما برید. منتها خب این کلیدش دست اینها نیست، دست ما هم نیست، دست اون کسان نیست که حاضر نیستن به خواسته به حق یک ملت جواب بدن. این تصدیق میکنید شما که محمد رضای پهلوی باید بیاد اینجا محاکمه بشه؟ من که حرفی ندارم در این مورد. یعنی فکر میکنم هر آدم منصفی این مسئله رو خیلی روشن میتونه بفهمه. اون مجرمه. باید بیاد اینجا خب محاکمه بشه. تو اون که شکی نیست، یعنی اون در مجرم بودن اون که شکی نیست. ما تو مسئله خوب مسئله ماها هستیم فعلا. فکر کنم این ما مسئله مشکل کرده. اونها بیان و شما هم بتونید برگردید سر خون زندگیتون برید و در وطن خودتون باز به کارها و خدمات خودتون مشغول باشید. اتفاقا هم من به بارها به بچه گفتم موقعی که ایران بودم، هم اون بار قبلی و این بار مخصوصا این بار، هیچ از نظر برخورد با ایران هیچ اشکال و ناراحتی نداشتن. مردمان بسیار مهربان و مهمون دوست هستن. بله وضعشون از لحاظ مکان که بسیار خوبه، اتاقهای تمیز و منظمی دارن. از لحاظ وضع غذا و بهداشت و حمام و اینها هم من از همه شون سوال کردم، کلن راضی هستن. حتی از لحاظ غذا و وضع به اصطلاح زیستشون خیلی خوشنودن. غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی میکردن. دو سه درخواست داشتن که اینها رو من یادداشت کردم که به برادرهای دانشجو بگم که انشالله اونها رو تأمین کنن. کتابخونه بسیار خوبی دارن که من رفتم تو کتابخونه و دیدم یکی از همون آقایون امریکایی مشغول بود که کتابی جستجو میکرد که مطالعه کنه. یکی از همون گروگانها رئیس کتابخونه است، مسئول کتابخونه است و رسیدگی به امور کتابخونه با اونه و کتاب میان میگیرن میبرن تو اتاقهاشون. 3 تا 4 تا بیشتر کتاب هست. 2 تا از خانومها من دیدم توی اتاقشون تلویزیون داشتن استفاده میکردن و بعضی دیگه شون هم گفتن که از تلویزیون استفاده میکنیم. ولی مسئله تلویزیون ظاهرا مال خیلی پیش نیست، شاید مثلا 7-8 روز یا بیشتر هست که اون کسی که به من گفت تلویزیون دارم گفت 7-8 روزه که استفاده میکنم از تلویزیون. درخواستاشون غالبا همین هست.
درخواست دیگرشون این هست که مایلن روزنامه داشته باشن و از اخبار کلن مطلع بشن. اظهار میکردن که چیزی نمیخوان. یکیشون که جوانی هم هست میگفت یک بلیت فقط لازم دارم که برگردم. از بعضیشون پرسیدم که به نظر شما مسئول در این حادثه شما کی هست؟ صریحاً میگفتن که دولت ما و شاه. البته تأکید کردیم و گفتیم که ما هم آرزومندیم و امیدواریم که هرچی زودتر اون امانت ما رو به اون بدن و ما هم شما رو بفرستیم برگردید و برید.